سلام و درود به همه شما مخاطبان فرهنگ دوست برنامه زورق ادبیات در هر کجای جهان که هستید. سلام ویژه و مخصوص به کلی اهالی قلم و اندیشه و نویسندگانی که بیننده این برنامه هستن و این برنامه ها را دنبال میکنن. 86 قسمت از برنامه های زورق ادبیات رو به سما نظر شما میرسونیم. شادی ساواجی هستم، تهیه، تولید، اجرا، ضبط این برنامه با من هستش. هدف ما از این برنامه انعکاس صدای اهالی قلم و اندیشه هست و آرزو داریم که با معرفی این کتاب ها در رسانه تاثیرگذاری داشته باشیم بر افکار عمومی و روشنگری هایی رو انجام بدیم. امشب ما در زورق 86 مهمانی نخواهیم داشت و برنامه به صورت گفتار خواهد بود و گفتار ما در واقع اختصاص داره به مرور کتاب هایی که در سال اول تولید برنامه زورق ادبیات در واقع انجام دادیم و خلاصه‌ای خواهیم گفت از کتاب هایی که در واقع سعی کردیم در این برنامه معرفی بکنیم. بنابراین موضوع این ویژه برنامه به روایت و تعریفی خیلی کوتاه و گذرا بر سفرهایی که ما در این زورق ادبی داشتیم اختصاص خواهد داشت. ما در برنامه زورق ادبیات همونطور که شما مخاطب عزیز در جریان هستید هر هفته سعی کردیم نویسندگانی رو دعوت کنیم و کتاب های اونها رو با حضور خودشون معرفی بکنیم و راجع به کتاب ها صحبت بکنیم. ما در این برنامه تلاشمون این بود که به در واقع معرفی فرهنگ ایران بپردازیم و در واقع در سال اول تولید برنامه موفق شدیم که تعدادی برنامه تولید بکنیم. 45 قسمت برنامه تولید کردیم و در این برنامه حاصل کردیم که در واقع نگاهی داشته باشیم به گوشه گوشه فرهنگ ایران که در جغرافیاهای مختلف الان پراکنده هست و حاصل کار ما اگر بخواهیم صحبت کنیم در همین اسلاید که ملاحظه میکنید هست تصویری از نویسندگان و کتابهایی که در سال اول در این برنامه معرفی شده و در واقع در یک قاب فرهنگی ما میتونیم این در واقع برنامه ها رو چارچوب بندی بکنیم. صحبت میخواییم بکنیم امشب از اون چیزی که در این برنامه اتفاق افتاد در سال اول و روندی که ما در این برنامه طی کردیم و مسیری طولانی را گذروندیم. اگر بخواییم در ابتدا بیلانی برای تولید ما ارائه بدیم، در سال اول یک سال پیوسته کاری بود، به صورت هفتگی برنامه داشتیم، 45 قسمت برنامه تولید شد و حدوداً 46 ساعت برنامه به مخاطبان ارائه دادیم. سعی کردیم که در این برنامه ها کتاب ها رو با حضور خالق اثر معرفی کنیم. 37 کتاب رو در این برنامه به صورت مستقیم با حضور در واقع خالق اثر معرفی کردیم. ابتدا به برنامه صفر بپردازیم. من خیلی کوتاه مجبور هستم صحبت بکنم تا بتونیم با استفاده از وقت برنامه مرورمون رو انجام بدیم. راجع به هر کتاب و هر برنامه حدوداً 30 ثانیه تا 1 دقیقه سعی میکنم صحبت کنم. تهیه هر برنامه و ما ماها و ماها وقت برده و گاه تا یک سال هم طول کشیده تا ما یک برنامه ای را تولید بکنیم. در برنامه صفر که در واقع صفر پیدایش زورق ادبیات بود، ما فراخوانی دادیم، دعوت عمومی کردیم از کلی اهالی قلم که برای شرکت در این برنامه به این برنامه بیان و کتاب هاشون رو معرفی بکنن. در برنامه صفر فراخوان ما هست که اعلام کردیم میخواییم صدای ادبیات خارج از کشور ایران رو در یک برنامه
منعکس کنیم. تاریخ برنامه ها رو هم دوشنبه قرار دادیم و ساعت برنامه ها هم 21 اروپای مرکزی بود. در این برنامه که سعی شد به نوعی فراخوان برنامه اعلام بشه، ما تلاشمون را اعلام کردیم که قرار هست در یک مسیر طولانی قدم برداریم و تلاشی را برای معرفی ادبیاتی که محجور هست و تریبونی هم نداره اعلام کنه. در برنامه اول کتاب آپارتمان شماره 55 اثر میم روانشی یا مسعود امینی را معرفی کردیم. داستانی هست که مربوط هست به زندگی و واقعی است و رئال هست و بخشهایی از این داستان هم سورئال هست. این کتاب که توسط انتشارات ارزان در سوئد منتشر شده در برنامه معرفی شد و اولی مهمان برنامه ما آقای روانشید بودن. در برنامه دوم راجع به کتاب سرگذشته یک سفر صحبت کردیم. این کتاب که اثر محمد جعفری ماربینی هست توسط انتشارات برزاوند آلمان منتشر شده. کتاب روایت زندگی و تلاش های محمد جعفری از کودکیش در اصفهان اختصاص داره و محمد جعفری زندگیش رو تعریف میکنه در این کتاب، از دوران پهلوی و زمان انقلاب و بعد هم در زمان جمهوری اسلامی و تلاش ها، شکست ها و موفقیت های محمد جعفری در بطن زندگیش در این کتاب هست. در زورق سوم کتاب خداحافظ یادگارهای پنهان و همچنین در منزنی تنهاست رو معرفی کردیم. این دو کتاب که در واقع آثار آقای مسعود امینی میم روانشید هستند توسط انتشارات ارزان سوئد منتشر شده. راجع به شعرهای در منزنی تنها صحبت کردیم، راجع به کتاب خداحافظ یادگارهای پنهان صحبت کردیم، کتابی که شاید جز اولین کتابهایی است که از چمدان تبعید مسعود روانشید یا میم روانشید بیرون افتاده، کتابی است که از وحشت و ترس های یک نویسنده در ایران صحبت میکنه، از استبداد دینی ازش نقد میشه در این کتاب و به موضوعات دیگه هم میپردازه. ما خیلی کوتاه قرار هست راجع به هر کتاب صحبت کنیم، 30 ثانیه فقط عنوان نویسنده اثر و محل نشر رو خواهیم گفت. در زورق چهارم به کتاب من کیستم اثر خانم آنیتا هیس پرداختیم با ترجمه خانم شکوفه کاوانی. این کتاب در انتشارات مروارید ایران منتشر شده. با زورقمون به استرالیا رفتیم و مهمان خانه خانم کاوانی شدیم و راجع به این کتاب که در واقع مربوط هست به نجات پرستی و در واقع نسل دزدیده شده استرالی ها و بومی های استرالیا هست صحبت کردیم. در برنامه پنجم کتاب نگرشی دیگر بر راز حافظ را معرفی کردیم. این کتاب توسط انتشارات چنس مدیا در لندن منتشر شده و نویسنده اون هم آقای حسن مکارمی هستن. کتاب در واقع در برگرنده مجموع مقالاتی بود که نویسنده با دیدگاه خودش به بررسی غزل‌های حافظ پرداخته و در دیدگاه‌های جدید همانند حقوق بشر و تحلیل‌های روانکاوانه غزل‌های حافظ را مورد بررسی قرار داده. در برنامه ششم ما برنامه‌ای را
با عنوان اعلام مجدد فراخوان زورق ادبیات اختصاص دادیم، دعوت عمومی کردیم از کلی اهالی قلم و اندیشه برای شرکت در برنامه، و همچنین درخواست کمک دادیم که این برنامه در واقع به صورت اشتراکی و به صورت دموکراتیک تهیه بشه، تولید بشه، چند نفر بشیم و به صورت تیمی یک برنامه رو تولید بکنیم و اداره کنیم، که متاسفانه چنین اتفاق نیفتاد و کسی به داد ما نرسید و کلیه کارهای این برنامه به صورت انفرادی پیش رفت. آرزوی من این بود که به صورت تیمی دموکراتیک و یک جمعی داشته باشیم برای این برنامه، جمع مشورتی باشیم، کارها رو تقسیم کنیم، برنامه رو پیش ببریم، که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد و کسی کمکی نکرد و مجبور شدیم برنامه رو به صورت تنهایی جلو ببریم. در برنامه هفتم و زورق هفتم کتاب شعر بر ساقه تابیده کنف را معرفی کردیم. سروده های زندان هست این کتاب، که به کوشش ایرج مصداقی جمع‌آوری شده که ادامه شده توسط انتشارات آلفابت ماکسیما سوئد منتشر شده در استکهلم، و در واقع در برگیرنده سروده های نصیر نصیری هست در زندان در زمان کشتار سال 1367 که توسط جمهوری اسلامی انجام شد، و ما با ترانه ها و شعر ها و نغمه های زندانیان اون موقع و اندیشه هاشون و آرزوهاشون در این کتاب آشنا میشیم. در برنامه هشتم رمان آیریل میش یا جدا شده از عیسی صفا رو معرفی کردیم، و در این رمان در واقع پرداختیم به موضوع ادبیات قومی قبیله‌ای و در اصطلاح فرانسه نومد بهش میگن، و در واقع این رمان را از دیدگاه مختلف بررسی کردیم. رمان در واقع در برگیرن رئالیست جادویی هست، قالبش در این رئالیسم جادویی جای گرفته، و از شخصیت این رمان صحبت کردیم که در یک زندگی قومی قبیله ای چطور زندگی میکنه و با چه اعجاب ها و حوادث خارق العاده ای روبرو میشه. در زورق نهم کتاب شام با کارولین محمود سفریان را معرفی کردیم. این کتاب که توسط نشر گذرگاه در کانادا منتشر شده، در برگیرنده روایت عاشقانه و روایتی تراژیک از عشق هست، عشق یک جوان ایرانی که مهاجرت کرده به کانادا و داستان در کانادا اتفاق میفته و این جوان در عشقش با شکست هایی مواجه میشه. نه، این رمان کوتاه رو توصیه میکنم بخونید. ما همه رمان های و کتاب هایی که در این برنامه معرفی کردیم رو با هدف آشنایی مخاطب با رمان ها و آرز این که مخاطب ما این رمان ها رو خریداری بکنه و بعد در یاد طبیعی کمک بکنه هم تولید کردیم. در زورق دهم کتاب اوین نوشته محمد جعفری رو معرفی کردیم، جلد اول این کتاب، که در برگیرنده خاطرات آقای محمد جعفری موربینی از 5 سال و اندی زندانشون هست در ایران، و آقای جعفری زندان‌های مختلفی رو مجبور شدن در ایران طی بکنن، جا به جا بشن، و در این روایت کتاب ایشون به تعریف اتفاقاتی که در زندان در اوایل دهه 60 اتفاق افتاده پرداختن. این کتاب توسط انتشارات برزاوند در آلمان منتشر شده. در برنامه 11 جلد دوم کتاب اوین را معرفی کردیم، که در واقع به جامعه شناسی زندان و زندانبان می‌پردازه. آقای جعفری در جلد دوم
به مقایسه تطبیقی انقلاب ایران با انقلاب عباسیان برداختن و همچنین راجع به ساختارهای شکنجه و فرایندهایی که یک زندانی ممکنه در بازجویی بشکنه را توضیح دادن. این کتاب هم توسط انتشارات برزاوند آلمان منتشر شده. در برنامه 12 اما کتاب معرفی نکردیم و یک ویژه برنامه تهیه کردیم، تولید کردیم. در این ویژه برنامه ما انعکاس اخبار شاعران و زندان را برگزیدیم به عنوان عنوان و راجبه حکم زندان محمد مهدوی فر شاعر کاشانی صحبت کردیم، راجبه شعر الف با راجبه نامه آقای حالو محمد عالی پیام از زندان به وزیر بهداشت صحبت کردیم و حکم زندان مهدی موسوی و فاطمه اختصاری را هم ازش سخن گفتیم که تازه این دو عزیز شاعر از ایران مجبور به فرار شده بودن. این در واقع مربوط به 2 پیش هست. بعد از گذشت 2 آقای مهدوی فر را وضعیتش را می‌بینیم در این عکس که ایشون از زندان کاشان در 8 ماه در واقع آزاد شدن. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری هم به اروپا اومدن و در نروژ به فعالیت‌های ادبی و فرهنگی خوش ادامه میدن و آقای عالی پیام هم که هنوز در ایران هستن. 2 که از این تولید برنامه گذاشته نشون میده که در وضعیت شاعران کشور هم هیچ بهبودی حاصل نشده. در برنامه 13 کتاب شعر حکایت های غربت را معرفی کردیم. این کتاب که خالق اثرش بهروز عربزاده هست راجع به دغدغه های یک شاعر ایرانی که به تبعید افتاده، به غربت افتاده صحبت میشه. شعر سپید هست اشعار این کتاب و در رابطه با ندا آقا سلطان هم شعری در این کتاب هست و به جز این شعر میتونیم ببینیم که بهروز عربزاده در این کتاب چه دغدغه هایی داره و درگیر چه موضوعات اجتماعی سیاسی تاریخی میشه و در واقع اینطور ارزیابی هم میشه کرد که بهروز عربزاده در این کتاب به خلق ترکیبات تازه شعری دست پیدا کرده، چند صد ترکیب جدید ادبی رو من در این کتاب پیدا کردم که اگر وقتی شد در مقاله دوست داشتم راجع به اون بیشتر صحبت بکنم. در برنامه 14 کتاب دیگر شنیدن گذشته ها رو معرفی کردیم. مجموعه مقالاتی هست به قلم حسن مکارمی که توسط نشر گردون در برلین آلمان منتشر شده. در این کتاب تئوری های حسن مکارمی رو خواهیم دید و خواهیم خوند. ایشون معتقدن که بازگردیم به گذشته ها و گذشته ها رو دوباره گوش بدیم، باستانشناسی فرهنگی بکنیم، باستانشناسی تاریخی در فرهنگ و ادبیات هم بکنیم. مجموعه تئوری ها و مقالات و گفتارهای حسن مکارمی در رابطه با فرهنگ و همچنین با دیدگاه روانکاوانه هست. در برنامه 15 و در ذروه 15 به پاریس سر زدیم و سراغ اورنگ قلی‌خانی رفتیم. کتاب فصل 4 رو معرفی کردیم. این کتاب شعر در واقع در برگیرنده اشعار سپید آقای قلی‌خانی هستن، همچنین ترانه هم تعدادی داره. این کتاب توسط انتشارات چنس مدیا در لندن منتشر شده و با اورنگ قلی‌خانی راجب شعر و احساسات این شاعر صحبت کردیم در شعرش. در برنامه 16 و 17 کتاب خاطرات زندان شهرنوش پارسیپور رو معرفی کردیم در برنامه و سری زدیم به این کتاب، به سطرهای این کتاب و
و خاطرات چندین بار زندان افتادن شهرنوش پارسی‌پور در زندان‌های جمهوری اسلامی را بررسی کردیم و خاطرات این نویسنده‌ای که به عنوان یک زن مستقل در تلاش بوده که زندگی خودش را بسازه، ترجمه می‌کرده و تلاش می‌کرده و به انقلاب ایران برخورد می‌کنه و به جمهوری اسلامی و چندین بار در زندان می‌افته. این کتاب که توسط انتشارات باران در سوئد منتشر شده، ما دو برنامه رو بهش اختصاص دادیم و راجبه خاطرات مختلف شهرنوش پارسی‌پور صحبت کردیم. در زورق 18 کتاب در باغ تبعید اثر نیلوفر شیدمهر را معرفی کردیم، راجبه تبعید صحبت کردیم و در واقع دیدگاه های این شاعر را راجع به مسائل مدنی اجتماعی ایران مورد بررسی قرار دادیم. شعری در این کتاب هست راجع به نسرین ستوده و دغدغه های این شاعر را راجع به ایران و فرهنگ و اجتماع ایران و وقایع تاریخی ایران بررسی کردیم و همچنین در برنامه 19 به کانادا سر زدیم، سراغ محمود سفریان رفتیم، کتاب مجموعه داستان‌های کوتاه روزهای آفتابی رو معرفی کردیم. این کتاب که در برگیرنده داستان‌های کوتاه هست و دغدغه‌های این نویسنده راجع به کارگرهای ایران و طبقات فرودست جامعه را مورد بررسی قرار دادیم. داستان‌های زیادی در این کتاب هست، از استعمار صحبت کردیم در برنامه، از حق توحش، از زمانی که خارجی‌ها در آبادان مسلط بودن صحبت کردیم. این کتاب توسط همکاری مشترک انتشارات زاگروس و انتشارات گذرگاه در تورنتو کانادا منتشر شده. در برنامه 20 کتابی را معرفی کردیم با عنوان انقراض پلنگ ایرانی با افزایش بی‌رویه تعداد گوسفند. این کتاب که مجموعه اشعار مهدی موسوی هست، توسط انتشارات نیماژ تهران منتشر شده. مهدی موسوی تازه به تبعید آمده بود و ما در یک مصاحبه‌ای با ایشون راجع به اشعار این کتاب و دغدغه های این شاعر در رابطه با مسائل ایران صحبت کردیم. راجع به پلنگ ایرانی صحبت کردیم و علت اینکه اسم این کتاب چرا انقراض پلنگ ایرانی هست و راجع به استعاره گوسفندها صحبتی رفت. در زورق 21 کتاب مولانا و چرخ درویشان را معرفی کردیم. کتاب مولانا و چرخ درویشان اثر ایرا فریدل لندر هست، مترجم این کتاب خانم شکوفه کاوانی هستن. کتاب توسط انتشارات زریا منتشر شده و به بررسی فرقه مولویه اختصاص داره در ترکیه و رقص سمای اونها رو ازش صحبت میکنم. راجب خاندان چلپی صحبت میشه در کتاب و همچنین تجربه های عرفانی که خود نویسنده در قونیه داشته. در برنامه 22 و 24 زورق ادبیات سری به سوئد زدیم و راجب سفاهت در قدرت دینی و جنایت در قدرت دولتی با بهرام رحمانی به گفتگو نشستیم. در دو برنامه راجب محتوای این کتاب صحبت کردیم، راجب دوران سیاه احمدی نژاد و نشر خرافه و گسترش خرافه در جریان در واقع فکری ایران توسط فرقه احمدی نژاد و همچنین
آقای رحیم مشایی صحبت کردیم، از عباس قفاری صحبت کردیم در این برنامه جنگیر دولتی و همچنین از موضوعات مختلف در رابطه با آزادی بیان، نقد مذهب، نقد اسلام و نقد جمهوری اسلامی در این کتاب در واقع مطالعه متنوعی هست و ما هم به صورت خلاصه در دو برنامه سعی کردیم که راجع به این کتاب صحبت کنیم. این کتاب توسط انتشارات کانون فرهنگی بامداد در سوئد منتشر شده. در برنامه 23 به کانادا دوباره رفتیم و راجع به کتاب دونیلوفر قبل و بعد از مهاجرت صحبت کردیم. این کتاب که در برگرنده اشعار خانم نیلوفر شیدمهر هستن توسط انتشارات اچندس مدیا در لندن منتشر شده. کتاب در واقع به نوعی میشه گفت حدیث نفس هست، حدیث نفس شاعر هست و شاعر نگاهی خواهد داشت به خودش که چه تغییراتی در مهاجرت کرده و چه اثری مهاجرت بر اندیشه شعر و زندگی اون داشته. در برنامه 25 و 26 کتاب خشت و خاکستر رو معرفی کردیم، اتوبیوگرافی میرزا آقا عسگری مانی. این کتاب در برگیرنده زندگی و حوادثی هست که آقای مانی به عنوان یک جوان در بطن مبارزات خودشون در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب داشتن. از خاطرات اسدآباد صحبت کردیم، از گردنه اسدآباد سخن رفت، از ماجراهای عاشقانه میرزا آقا عسگری در برنامه سخن رفت. در دو برنامه سعی کردیم که خیلی کوتاه و مختصر نگاهی داشته باشیم به بخش‌های مختلف این زندگی نامه که با نثری طنز هم نگارش شده و به تب خواننده از طنز میرزا آقا عسگری لذت خواهد بود. در برنامه 27 به سوئد رفتیم و کتاب ناظم حکمت شاعر کمونیست همیشه زنده را معرفی کردیم. این کتاب که در واقع ترجمه و تألیفی هست از بهرام رحمانی در سوئد توسط انتشارات ارزان منتشر شده، به بررسی زندگی و مبارزات ناظم حکمت اختصاص داره، به اعتصاب قضای ناظم حکمت، به فعالیت های ادبی و سیاسی این مبارز فرهنگی در ترکیه. در برنامه 28 کتاب دفتر خاطرات رو معرفی کردیم که همونطور که ملزم کنید با نام مستعار حسن محبی چاپ شده. این کتاب که به قلم آقای حسن مکارمی هست در فرانسه منتشر شده، نثر ادبی کتاب بسیار قوی هست و در برگیرنده خاطرات آقای حسن مکارمی از 10 سال اول انقلاب هست و خشونت هایی که بر جامعه ایران اعمال شد در 10 سال اول پای ریزی جمهوری اسلامی را با نثر ادبی میتونیم در این کتاب ببینیم. از دغدغه های حسن مکارمی در تبعید در این کتاب سخن رفته. حسن مکارمی جوان به فرانسه اومده و اینجا شروع کرده تحصیلاتش را ادامه دادن، با دغدغه های یک جوان ایرانی تازه مهاجرت کرده آشنا میشیم. همچنین راجع به همسر ایشون که اعدام شده در ایران در این کتاب صحبت شده. در برنامه 29 به لندن رفتیم، کتاب رمان دفتر خاطرات من را
معرفی کردیم در این برنامه. مهمان ما مارک هیل یا میم افق بودن که این کتاب رو توسط خودشون و همچنین با کمک کتاب ارزان پخش کردن در سوئد. این کتاب که قهرمان اون شخصی هست به نام آرش که در ایران بوده موقع انقلاب میشه و از ایران فرار میکنه و آرش به لندن میاد. بیماری عاشق فاحشه‌ای در لندن میشه و در ذهنش همیشه مسائل و سختی ها و مشکلاتی که در ایران گذرونده رو تداعی میکنه. چرخش های روانی داره در واقع قهرمان این کتاب. در برنامه 30 و 31 سعی کردیم راجبه کتاب نگاهی دیگر به سرزمین فرهنگ ایران صحبت کنیم. این کتاب اثر حسن مکارمی هست و در دو برنامه ما سعی کردیم راجع به مفهوم سرزمین فرهنگی صحبت کنیم. کتاب توسط انتشارات چنس مدیا در لندن منتشر شده و در برگیرنده این باز هم مجموع مقالات آقای مکارمی هست. راجب فرهنگ صحبت کردیم، نقدی که آقای حسن مکارمی به یک از کتاب های آقای حسن روحانی داشتن. در این کتاب هم اومده اینکه فرهنگ به نوعی زینت در ایران حساب میشه و توسط سیاست مدارا با موضوع اصلی و عمده در نظر گرفته نمیشه صحبت کردیم. در زورق شماره 32 رمان بهای رهایی را معرفی کردیم. اثر میم افق هست این رمان، توسط انتشارات اچندس مدیا در لندن منتشر شده. این رمان که به موضوع ناقصسازی جنسیتی زنان اشاره میکنه، دیدگاه های منتقدانه خودش را از در واقع ناقصسازی جنسیتی زنان مطرح میکنه. در ابتدای کتاب هم متنی هست راجبه اطلاع رسانی راجع فاجعه ناقصسازی جنسیتی زنان در کشورهای مختلف جهان، چون مصر، چون برخی از کشورهای آفریقایی و همچنین در کردستان. کتاب و شخصیت های این کتاب در ارتباط با کردستان و مبارزاتی که در کردستان هم انجام میشه هست. در برنامه 33 به ترکیه سر زدیم. کتاب تیم حیوانات عزیز نسین را معرفی کردیم. این کتاب ترجمه بهروز عربزاده هست. از آقای بهروز عربزاده دعوت کردیم در برنامه حاضر بشن و راجع به این کتاب که در برگرنده احساسات حیوانات هست و به این موضوع میپردازه صحبت شد. از حیوان آزاری و حقوق حیوانات در این گفتگو صحبت کردیم. در زورق شماره 34 باز هم خوشوقت بودیم که آقای عربزاده دعوت ما رو پذیرفتن و راجع به کتاب شعرشون دست‌های آویز شاخه ها صحبت کردیم. این کتاب که توسط انتشارات گویه در تهران منتشر شده بود در دهه 70 بود. اولین کتاب شعر بهروز عربزاده بود راجع به شعر دهه 70 و چالش ها و موضوعاتی که در رابطه با شعر دهه 70 مطرح شد رو در این برنامه ما ازش صحبت کردیم. از نصرت رحمانی صحبت کردیم و مشکلات معاش این اهل ادب ایران. در زورق 35 به کانادا سفر کردیم. رمان فصلی دیگر اثر محمود سفریان را معرفی کردیم. در این رمان که به زندگی یک خانم دکتر داروساز، خانم آلتینا تابایی که از دیار ترکمن ها هم هست اشاره کردیم و داستان عاشقانه این کتاب را راجبه صحبت کردیم.
در برنامه 36 و 44 برنامه زورق ادبیات کتابی با عنوان خمینی دو چهره و یک واقعیت رو معرفی کردیم. این کتاب اثر عیسی صفا هست که به صورت اینترنتی منتشر شده در پاریس. در این کتاب راجع به خمینی صحبت شده همونطور که عنوانش هست و آقای صفا از دیدگاه های مختلف خمینی را مورد نقد و بررسی قرار دادم. شعارهای آقای خمینی در رابطه با مستضعفان و دیدگاه های ایشون را از نظرات و نقطه های مختلف مورد نقد و بررسی قرار دادن. این کتاب به صورت آنلاین هست در اینترنت و میتونید مراجعه کنید و مطالعه کنید. در زورق 37 کتابی را به عنوان اورهان پاموک، تابوهای دولت ترکیه، آزادی بیان و اندیشه را معرفی کردیم. کتاب توسط نشر ارزان در استکهلم منتشر شده. آقای بهرام رحمانی خالق اثر هستن. راجع به چالش های مختلفی که در رابطه با موضوع ترک ها و همچنین کرد ها و در ترکیه هست را صحبت ازش کردیم. از ترجمه های مختلف رمان های اورهان پاموک و موضوعاتی که در رابطه با ترجمه های رمان های ایشون در ایران بود هم صحبت شد. در زورق شماره 38 اما یک کتاب شعر را معرفی کردیم. به ترکیه رفتیم و به دیدار خانم فاطمه اختصاری رفتیم. کتابی هست با عنوان یک بحث فمینیستی قبل از پختن سیب زمینی ها. این کتابشه که در برگیرنده اشعار خانم فاطمه اختصاری هست توسط انتشارات سخن گستر مشهد منتشر شده. راجع به چالش ها و دغدغه های نشر این کتاب که بدون سانسور هم توسط ایشون منتشر شده آنلاین صحبت کردیم. از تصاویر وسوسه انگیز در رابطه با زن اوریان در این کتاب هم صحبتی شد. در برنامه شماره 39 کتاب شعری را معرفی کردیم با عنوان بگو در ماه خاکم کنند. به سواحل خلیج فارس رفتیم برای اولین بار در زورق ادبیات و مهمان خانه فراز بهزادی شدیم. راجب شعر حجم صحبت کردیم و راجب ید الله رویایی سخنها رفت. این کتاب توسط انتشارات نیم نگاه در تهران منتشر شده. در برنامه 40 و 41 هم کتابی با عنوان 10 سال با اتحادیه در آلمان را معرفی کردیم. این کتاب که به وضعیت مبارزان مسلمان خارج از کشور به هنگام ورود آقای خمینی به پاریس پرداخته توسط انتشارات برزاوند منتشر شده. با آقای جعفری موربینی راجع به اتحادیه دانشجویان صحبت کردیم. اتحادیه و انجمن اسلامی دانشجویان، فعالیت های اونها، بنی صدر جوان را در این کتاب ازش صحبت کردیم و فعالیت های بنی صدر در خارج از کشور در دوران دانشجویش. در برنامه 42 و 43 کتابی رو معرفی کردیم که بر جان و روان جمهوری اسلامی هم تأثیر گذاشت و خوابش را آشفته کرد. عنوان کتاب هست چرا باید جمهوری اسلامی را سرنگون کرد؟ جستارهای در پدیدار شناسی جمهوری اسلامی. در دو برنامه از آقای رضا پرچیزاده دعوت کردیم. در برنامه حاضر شدن و به سوالات ما در رابطه با جمهوری اسلامی و ماهیت وجودی جمهوری اسلامی صحبت کردیم. اسرائیل ستیزی، همچنین انقلاب‌های فرهنگی متعدد در ایران
در دانشگاه به عنوان یک ابزار سیاسی رو مورد بررسی و نقد قرار دادیم. این کتاب که در برگیرنده یک مجموع مقالات هست از رضا پرچیزاده، جمهوری اسلامی رو میاد از دیدگاه های مختلف مورد نقد و بررسی قرار میده. عنوان کتاب یک مقدار رادیکال هست، اما در برگیرنده اندیشه خود آقای رضا پرچیزاده هست که اندیشه سیاسی ایشون رأی بر سرنگونی جمهوری اسلامی میده. در برنامه 45 که به عنوان آخرین برنامه ما در سال اول تولید مطرح میشه، ما کتاب رمان باد سرخ رو معرفی کردیم، اثر حسین دولت آبادی. آقای دولت آبادی این کتاب رو خودشون در واقع نشر دادن و توسط انتشارات فروغ در آلمان هم پخش شده. این کتاب که به دغدغه های صحرا، یک زن ایرانی که اندیشه چپ داره و کمونیسته میپردازه و با مشکلاتی که یک مبارز چپ در اوایل انقلاب داشته خواننده آشنا میشه، همچنین رد موضوع زنان و همچنین پرداختن به یک زن در بطن یک داستان رئال و همچنین سورئال در این کتاب پررنگ است. دوست داشتم که این مرور رو انجام بدیم و بعد پرانتزی در این برنامه باز بکنم، پرانتز خیلی کوتاه تاریخی باز بکنم و یک مقایسه تطبیقی در حوزه نشر کتاب در خارج از کشور انجام بدم، نگاهی کنیم به فرانسه قرن 18 میلادی و به ایران قرن 21 میلادی. یک گذر کوتاهی خواهیم داشت به زمانی که در فرانسه در قرن 18 خفقان بود، آزادی بیان وجود نداشت، پادشاهان لویی کشور را تحت تسلط خودشون قرار دادن و فضا رو به نوعی بسته بودن. نشر کتاب با سانسور مواجه میشد، انتشار کاری بسیار دشوار بود، بسیاری از نویسندگان به تبعید افتاده بودند و وضعیت آزادی بیان خیلی مناسب نبود. نگاهی میکنیم به دو کتاب که در اون موقع در رابطه با یک فردی که به یک مجسمه مذهبی توهین کرده بود و سرصدای زیادی اون موقع به پا کرده بود، کتاب هایی در رابطه با این موضوع نوشته میشه. همونطور که ملاحظه میکنید این کتاب ها در فرانسه اون موقع امکان نشر پیدا نمیکنه و مجبور میشن نویسنده ها که در هامبورگ، همونطور که در تصویر ملاحظه میکنید، در هامبورگ و در آمستردام کتاب ها رو منتشر کنن. سال 1782 و 1768 این کتاب ها منتشر شده. در فرانسه اون موقع هم آزادی بیان وجود نداشت و به نوعی ادبیات تبعید شکل گرفته بود به خاطر استبدادی که بر جامعه فرانسه اون موقع حاکم بود. و بعد از در واقع دوران لویی هست که انقلاب فرانسه در سال 1789 اتفاق میافته. در همین بازه‌ای که دوران در واقع قبل از انقلاب فرانسه هست، سالن های ادبی در پاریس و در سایر نقاط کشور هستند، مثل سالن ادبی خانم ماری ترز خود ژوفرن. این خانم که یکی از سالن های مشهور ادبی اون دوران را داشتن، از نویسندگان، فیلسوفان و افراد متخصص دعوت میکنن که در این سالن ها حضور به هم برسونن و راجع مسائل روز، راجع به
موضوعات ادبی، رمان ها، کتاب ها و اندیشه های مختلف صحبت بشه. 1755 از این تصویری هست که از سالن ادبی مادام شوفرن موجود هست. نویسندگان های خیلی بزرگ فرانسه و فیلسوفانی در این عکس حضور دارن که از حوصله برنامه خارج هست که بخواهیم راجع به تحلیل این تابلو صحبت کنیم. این سالن ادبی هنوز هم در واقع در پاریس وجود داره، با عنوان هتل مادام ژوفرن همچنان کار میکنه. این سالن های ادبی نقش مهمی در انقلاب فرانسه داشتن. چرا؟ به خاطر اینکه مکانی بودن که محل نشر ایده ها بوده، محل بحث، تبادل، چالش در رابطه با اندیشه های مختلف بوده و ما امیدواریم که برنامه سراغ ادبیات هم به نوعی این تلاش رو بکنه که سالن ادبی باشه با فرمت مدرن، با فرمت مجازی که محل نشر ایده ها و نظریه های مختلف باشه. ما نویسندگان مختلف رو در این برنامه دعوت کردیم و ازشون خواستیم که هم کتاب هاشون معرفی کنن و هم راجع مسائل روز صحبت کردیم. این برنامه کار کردش امیدوارم که روزی مشخص بشه و به سهم خودمون هرچند اندک در تحول آینده ایران ما نقشی رو داشته باشیم. تعداد زیادی در فرانسه قبل از انقلاب و تحول شدن شرایط استبداد و رفتن به سوی آزادی، تعداد بسیار زیادی سالن ادبی بود که در واقع محل نشر ایده های مختلفی بود. آرزوی ما این هست که ما هم از دیدگاه تاریخی همون کاری که خانم ژوفرن انجام داده باشیم. به عنوان جمع‌بندی اما دوست داشتم که به چند موضوع بپردازم به صورت خیلی مختصر. یکی این که فرهنگ و ادبیات برون مرز ایران، ادبیات مهاجرت و یا ادبیات تبعید و یا هر عنوان دیگه این میتونیم که براش بذاریم، ادبیات بسیار غنی هست اما محجوره، گوشه گیره، بدون هیاهوه، هیچ تریبونی نداره و کم خواننده است. این ادبیات در خارج از کشور خیلی در واقع ایرانی ها با کتاب الفتی ندارن، با خواندن الفتی ندارن و این ادبیات کم خواننده مونده. راجبه دوم جنبندی که میخواستم صحبت کنم، یکی این که کارهای جدی حقیقتا از طرف اهالی قلم و اهالی ادبیات برون مرز انجام شده. این کارها نیاز به خوانش داره، نیاز به معرفی داره، نیاز به پژوهش و کاوش بیشتر داره و نیاز به تزریق در افکار عمومی داره، چیزی که معتقدم هنوز انجام نشده. افکار عمومی مردم ایران از این فرهنگ و این ادبیات اطلاعی نداره، عمومی نشده و نویسنده ها و اندیشه هاشون همچنان در تبعید موندن به نوعی. جنبندی سومی که دوست داشتم ارائه بدم که این ادبیات برون مرز ما همانند یک الماس بزرگ ارزشمندیه که تکه تکه شده و در سراسر جهان پخش شده و نیاز هست به برنامه های سیستماتیکی که این تکه ها رو کنار هم قرار بدن به صورت منظم و به صورت عادلانه و در واقع تصویری به مخاطب، به مردم ایران و افکار عمومی از این فرهنگی که هست حضور داره و اما گوشه گیره و عده‌ی کمی از این جریان فرهنگی اطلاع دارن. و نکته چهارم که اشاره میکنم در پایان این برنامه، اینکه دانشگاه‌های ایران، مراکز پژوهشی، مراکز تحقیقی، مراکز ادبی و همچنین نهادهایی که مربوط به کتاب هست در ایران
دوران جمهوری اسلامی مثل مؤسسه خانه کتاب، شهر کتاب و غیره، اینها نسبت به وجود و هستی جان این ادبیات معاصر تبعیدی و مهاجرت کاملا بی تفاوت هستند. یک نوع سکوت هست، سکوتی که به نوعی انکار کننده وجود چنین جریانی هست، اما این جریان وجود داره و امیدواریم که روزی ادبیات معاصر تبعیدی ایران در دانشگاه ها تدریس بشه. در حال حاضر و در دوران جمهوری اسلامی محال هست. این موضوع هم آرزوی ماست در این برنامه که روزی این موضوع اتفاق بیفته و مردم ایران و جوانان و نسل‌های آینده بدانند که در فکر و اندیشه کسانی که مجبور به تبعید شدن از ایران و دور افتادن چه گذشته. در دقایقی که گذشت خیلی سریع سعی کردیم که مروری داشته باشیم بر یک قاب فرهنگی، بر تصویری که حامل فرهنگ و ادبیات ما هست. در این برنامه یک سال اول تولید برنامه زورق ادبیات رو خیلی سریع و کوتاه مرور کردیم از سفرهایی که به قاره‌های مختلف جهان رفتیم. صحبت شد در چند قاره جهان سفر کردیم و به دنبال کتاب‌هایی بودیم که به زبان فارسی نگارش شده بودن و در واقع تصویری را به دنبالش بودیم. این تصویر بود که در عرض یک سال طول کشید محقق شدنش و دیدن تصویری از فرهنگ ایران. خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه این برنامه رو تماشا کردید. ما امیدواریم که در ادامه سفرهای زورق ادبیات در سال سوم هم راهمون رو ادامه بدیم، اما به مراتب آرومتر و آهسته تر برنامه رو تولید میکنیم. در سال سوم بنا داریم که به صورت ماهانه مسیرمون رو ادامه بدیم و برنامه از صورت هفتگی به صورت ماهانه تبدیل خواهد شد. ماهی یک بار سعی میکنیم که سفری بکنیم به گوشه کنار این جهان و باز هم در جستجوی ادبیات باشیم، باز هم در جستجوی فرهنگ ایران باشیم. از شما بینندگان عزیز که این برنامه رو تماشا کردید تشکر میکنم. با تشکر از آقای بهبهانی که به ما در پخش و ضبط این برنامه در سال اول کمک کردن و یاری رسوندن. آگاهی فرهنگی و دانش فرهنگی به تبع در تغییر تاریخ ایران نقشی بسیار مهم خواهد داشت. ما آرزویمون تحول فرهنگی و بهبود شرایط مردم در ایران هست و ابزار ما برای این مبارزه فرهنگی به نوعی ادبیات هست. این برنامه مستقل بوده و به هیچ جا وابستگی نداشته و خوشحالیم که بر این استقلال مانده ایم و امیدواریم که بمانیم. ادبیات باید مستقل باشه و ما هم تلاشمون رو در این راستا کردیم. این مصاحبه و در واقع این گفتگوهایی که انجام دادیم، این پرسش و پاسخهایی که با نویسندگان مختلف کردیم، امیدواریم که در حافظه جمعی مردم ثبت بشه و به سهم خودمون روشنگری کرده باشیم. برنامه رو به پایان میبرم. تشکر میکنم که همراه ما بودید. ما رسانه شما هستیم، امیدواریم که شما هم رسانه ما باشید و با اشتراک گذاری لینک این برنامه به ما در انعکاس این صدا کمک بکنید. آرزوی آگاهی و شادی دارم برای همه شما مخاطبان این برنامه. بدرود و پاینده باشید. خدا نگهدار.